یونیسف اعلام کرد به دلیل اوضاع بحرانی در یمن این کشور سال تحصیلی جدید ندارد و خشونت درهای مدارس این کشور را بسته و معلمان حقوق خود را دریافت نکردند. یونیسف همچنین سخنی را از قول خیرت کابالاری مدیر منطقه خود در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرد که گفته است تلاش های انسانی صورت گرفته در برابر درد و رنج و مشکلات مردم یمن نقطه‌ای بیش نیست. او از افراد خیر خواست کمک های ضروری را برای این مردم ارسال کند تا دستن در کاران بخش آموزش و بهداشت یمن و سایر کارمندان خدمات رسانی بتوانند به کار خود در خدمات رسانی به مردم و ویژه کودکان ادامه دهند زیرا در دورنج آنها به گونه است که هیچ انسانی تا به تحمل آن را ندارد یونیسف ادامه داد در حالی که مدارس تمام کشورها طبق معمول هر سال درهای خود را برای پذیرایی از دانش آموزان باز کرده اند درهای مدارس یمن همچنان به روی دانش آموزان بسته است و سال تحصیلی یمن چند بار به خاطر نبودن بودجه پرداخت حقوق معلمان به تأخیر افتاده است زیرا سه چهارم معلمان حدود یک سال است که حقوقی دریافت نکردند بدین ترتیب بخش آموزشی یمن در حال فروپاشی کامل است و حدود پنج میلیون کودک یمنی از امکان نشستن بر سر میز مدرسه و برخورداری از فرصت رشد علمی و پرورش استعدادهای خود محروم شدند. بیسمارک سوانگین مسئول ارتباطات پرونده یمن در یونیسف نیز گفت بحران آموزشی در یمن ناشی از عدم امکان پرداخت حقوق 166 هزار معلم یعنی حدود 73 درصد تمام معلمان این کشور است و این شرایط بر وضع 78 درصد مدارس تأثیر منفی گذاشته است بگونه ای که بحران انسانی یمن را میتوان بحران کودکان نامید. در دو سال گذشته آمارهای وزارت آموزش و پرورش یمن نشان داده که از 2380 مدرسه و مرکز آموزشی در استانهای مختلف یمن بسیاری به علت حملات هوایی عربستان سعودی نابود شدند و تعدادی نیز با تبدیل شدن به پناهگاه افراد بی خانمان و آواره تعطیل شدند و بحران حقوق کارمندان و معلمان هم به آن افزوده شده است.